سلام، سه شنبه شبتون بخیر. سارا دهخان هستم، میزبان شما در روی خط دیگر که امشب به موضوع کودک آزاری اختصاص داره. البته باید در نظر داشت که کودک آزاری تعاریف مختلفی داره، ولی تمرکز امشب ما بیشتر روی آزار کودکان در خانواده است. ولی آیا این آزار تنها آزار جسمی و تنبیه بدنی است و یا شامل هر گونه بدرفتاری با کودکان میشه؟ قانون تا چه حد از کودکی که در خانواده تحت آزار قرار گرفته حمایت میکنه؟ و سوال مهم دیگه اینه، آیا تمام کودکان آزار دیده شناسایی میشن؟ آیا میدونید چه تعداد کودک هر روز مورد آزار روحی و جسمی قرار میگیرن بدون اینکه کسی ازش باخبر بشه؟ آیا کسی داستان نیما، هانیه و باربود رو که تا همین چند وقت پیش، یعنی زمانی که در رسانه ها بازتاب یافت، میدونست؟ شاید همین الان هم کسانی هستند که از وجود این کودکان آزار دیده و آنچه بر آنها رفته بیخبرند. برای همین برنامه امشب رو با گزارشی در این مورد آغاز میکنیم و بعد برمیگردیم تا با شما و مهمان برنامه این بحث رو ادامه بدیم. در هفته های اخیر مواردی از کودک آزاری در ایران در رسانه ها انعکاس یافت و به ویژه مرگ یکی از این کودکان توجه افکار عمومی را بیش از پیش به موضوع آزار کودکان توسط اعضای خانواده جلب کرده است. برخی از روانپزشکان کودک آزاری را مجموعه ای از فعل یا ترک فعلی می دانند که موجب آزار روحی جسمی در کودک می شود. در مواردی چون محروم کردن کودک از غذا یا حبس در حمام، ممکن است این کودک آزاری چندان چشمگیر نباشد، اما تنبیه بدنی و کتک زدن کودک اغلب با صدمات فیزیکی قابل مشاهده بر بدن کودک همراه است. هم‌اکنون در ایران حدود 27 میلیون کودک زیر 18 سال وجود دارد. طبق آمار بهزیستی در 6 ماه نخست سال گذشته 144 هزار مورد کودک آزاری گزارش شده است. بنابر گزارشی از خبرگزاری مهر که در ابتدای اردیبهشت امسال منتشر شد، در مقابل هر مورد کودک آزاری که گزارش می شود، 20 مورد کودک آزاری رخ می دهد که هرگز علنی نمی شود. در هفته های اخیر توجه افکار عمومی به چندین مورد گزارش کودک آزاری جلب شده است. هانیه 8 ساله، نیما 4 ساله و باربود 3 ساله کودکانی هستند که هر سه توسط والدینشان به شدت آزار جسمی دیدند و تنها در 40 روز اخیر گزارش آزارشان به حقوق کودکان است. با این حال برخی از مقررات در جمهوری اسلامی ایران زمینه را برای آزار کودکان باز می‌گذارد. از جمله ماده 1179 قانون مدنی حق تنبیه کودک را به والدین می‌دهد. البته در این ماده قانونی تاکید شده که والدین به استناد این حق نمی‌توانند فرزند خود را خارج از حدود تادیب تنبیه کند. هرچند برخی قضات از صدور محکومیت برای خانواده کودکان قربانی کودک‌آزاری خودداری می‌کنند و دلیل را عدم وجود زمینه قانونی می‌دانند، اما بر اساس لایحه منع کودک‌آزاری مصوب سال 1381 هر گونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان ممنوع اعلام شده و مجازات دارد. بر اساس آمار بهزیستی، نیمی از کودک‌آزاری‌ها توسط پدران صورت می‌گیرد و تقریباً همه موارد کودک‌آزاری در خانواده‌های نابسامان روی می‌دهد. موارد اخیر کودک‌آزاری که در رسانه‌ها مطرح شده، هر کدام سرنوشت خاص خود را داشتند. هانیه به بهزیستی تحویل داده شد و نیما پس از تحویل به بهزیستی با رأی قاضی دادگاه مجدداً به پدر شکنجه‌گرش تحویل داده شد. در این میان باربود که تنها 3 سال سن داشت، با بدنی با 70% سوختگی مدتی بستری بود و در نهایت در 13 خرداد جان سپرد. گزارش آرش سیگارشی برای صدای آمریکا، واشنگتن دی سی. و
بله، موضوع امشب ما کودک آزاری هست و اگر شما هم مایل هستید در بحث امشب ما شرکت کنید، میتونید از طریق ایمیل، وبلاگ و فیسبوک برنامه با آدرس هایی که روی صفحه تلویزیونتون مشاهده میکنید با ما در ارتباط باشید. همینطور میتونید تلفنی روی خط تلفن بیاین و در بحث امشب ما شرکت کنید. در اینجا شماره تلفن ما رو یادداشت کنید. اگر می خواهید روی خط باشید با شماره تلفن 202-692-4376 تماس بگیرید. روی خط @voanews.com و روی خط @blogspot.com دو راه دیگر تماس با برنامه ماست. امشب میزبان دکتر نیلوفر فرنودی، روانشناس و متخصص در زمینه روانشناسی کودک و نوجوان هستیم که از استودیوی صدای آمریکا در شهر لس آنجلس مهمان ما هستند. خانم فرنودی، به شما سلام میکنم. خیلی خوش آمدید به برنامه روی خط. خیلی متشکرم. به شما و بینندگان گرامی سلام میکنم. اجازه بدید بحث امشبمون رو با تعریف کودک آزاری شروع کنیم که کلن کودک آزاری به چه معناست و آیا تنها محدود میشه به آزار جسمی و تنبیه بدنی و یا نه؟ بله، خب همونطور که در رپورتتونم تعریف شد، تعریف خیلی به صورت ساده اگر بگیم این هستش که هر نوع رفتاری یا عدم رفتار یا فعل یا عدم فعل که منجر به آزار کودک چه از نظر جنسی، جسمی، روحی روانی و یا اون غفلت، چیزی که مربوط میشه به اصطلاح نگهداری ما از کودک به عنوان مادر و پدر یا کسی که نگه دارنده کودک هست در جامعه، و در صورتی که کودک به اصطلاح اون نیازهای اولیه‌اش رو نتونه ارضا بکنه یا توجه بشه بهش، ما میتونیم بگیم که یه مورد غفلت صورت گرفته. در رابطه با کودک آزاری این خب خیلی شدیدتر هستش و هر نوع به اصطلاح آزار جنسی، آزار جسمی، آزار روحی روانی که میتونه تأثیر بدی روی اون شیوه به اصطلاح رشد روحی روانی کودک یا اون emotional development کودک، اون جوری که کودک خودش رو به خودش ارزش میده، اتکای به نفس پیدا میکنه یا اون ارزش نفسیش رو تجربه میکنه، اگر آسیب و صدمه‌ای بخوره به اونها میشه گفت که این نوعی کودک آزاری هستش. و در این رابطه خب مسئولین در ابتدا اون نگه دارنده کودک هستن و سپس دولت و اون مجموعه یا سیستم دولتی که در رابطه با حفظ حقوق کودک فعالیت میکنه. خانم فرنودی، زمانی که صحبت از کودک آزاری میشه، دست کم اینجا در آمریکا، در مورد غفلت هم میشنویم. آیا این غفلت دقیقا چه معنایی داره و چه کسی غفلت میکنه؟ آیا تنها والدین هستن که مسئول هستن و یا نه به طور کلی به جامعه برمیگرده این غفلت در مورد کودکان؟ خیلی نکته جالبی هست مطرح میکنین و معمولا هم در این مورد ما میبینیم که میان فرهنگی یا تجربیاتی که بین فرهنگا و یا معیارهای متفاوت فرهنگی وجود داره همیشه پیش میاد و سوال پیش میاد. یک کیس خیلی جالب بود در سال 1997، یک مادر و پدر دانمارکی، مادر دانمارکی و پدر کودک چند سالشون رو، کوچیکشون رو در به اصطلاح از این کالیسکه ها جلوی در رستورانی که داشتن شام میخوردن در منهتن نیویورک گذاشته بودن و شامشون رو میخوردن با هم دیگه.
تا اینکه یک به اصطلاح کسی این کودک رو میبینه، بلافاصله تماس میگیره با پلیس و پلیس میاد، مادر و پدر رو دستبند میزنن و میبرن. و اون وقت این سوالی که اینجا پیش اومد این هستش که فرهنگ چه نقشی داره در رابطه اینکه تا چه حد، چگونه، چه وقت ما میتونیم یک رفتاری رو بهش بگیم غفلت. و خب در دانمارک این یه کار خیلی عادی هستش، رایج هست. اتفاقا مادر و پدرای دانمارکی خیلی عقیده دارن که هوای آزاد برای کودک خوبه، بچه‌ها در خطر نیستن، بنابراین چه اشکالی داره کودک در هوای آزاد باشه و مادر و پدرم شامشون رو بخورن. ولی خب این معیارهای فرهنگی و اون ارزش‌ها و باورها خیلی کلیدی هستش. و جالبه که اینجا دو فرهنگ غربی رو ما داریم در کنار هم مقایسه می‌کنیم. حالا وقتی که فرهنگ شرقی و غربی رو در کنار هم میذاریم، یه نکته دیگه در رابطه با غفلت پیش میاد و این که خب در فرهنگ‌های شرقی بیشتر مادر و پدرها یا کسانی که از کودکان نگهداری میکنن به صورت جمعی یا قبیله‌ای هستش، یعنی خیلی از اوقات بچه‌ها توی کوچه یا توی مدرسه یا جایی که هستن به این صورت هست که چندین نگهدارنده اونجا مراقب بچه ها هستن، یا خاله، عمه، یا به اصطلاح همسایه های تو کوچه. و از این بابت خب ما میبینیم که مادر و پدری که شاید از کشورهای شرقی مهاجرت میکنن و میان به کشورهای غربی که معیارها متفاوته، میتونن مورد، یعنی موضوع غفلت رو ببینیم که پیش میاد، برای اینکه مادری که توجه اونقدر نداره رو بچهش و فکر میکنه مثلا در پارکی که هست کسانی که اون دور و بر هستن بچهش رو دارن مراقبت میکنن. و خب از این بابت میشه گفت که غفلت نکته حساس فرهنگی داره که اون وقت محققی، متخصصین و کسانی که در تعلیم و پرورش، آموزش پرورش هستن، مسئول هستن که آگاهی رو بالا ببرن. ارتقای آگاهی بستگی داره به فعالیت دولت. بله، ولی خانم فرنودی به فرهنگ اشاره کردید که به هر حال مسئله بسیار مهمی هست. خب بعضی از خانواده های ایرانی به خصوص معتقد هستند که برای تربیت فرزند باید اونا رو تنبیه کرد، یعنی به تنبیه نیاز هست. حالا نمیدونیم این تنبیه حد و مرزی داره یا نه. این مسئله خب بسیار مسئله فرهنگیه. آیا تنبیه کودکان با هدف تربیتشون در خانواده های ایرانی با خانواده های آمریکایی یا دیگر خانواده ها یکسانه یا نه، تفاوت میکنه؟ و آیا اصولا به تنبیه نیاز هست برای تربیت فرزند؟ خب ببینید، در علم روانشناسی الان ما قطعا میدونیم که به اصطلاح تنبیه بدنی، اون corporal punishment یا تنبیه فیزیکی بدنی، پیامدهای خیلی جدی داره، هم از نظر به اصطلاح رشد کودک، هم از نظر به اصطلاح اون رابطه‌ای که کودک با مادر و پدرش برقرار میکنه. بنابراین امروزه بعد از چندین سال تحقیق در رابطه با این موضوع ما به این نتیجه رسیدیم که ممکنه تنبیه بدنی یا حتی از نظر به اصطلاح روحی روانی، اون حالت کنترل رو به دست گرفتن یا جدی بودن یا خشن برخورد کردن با کودک در مدت زمان کوتاه خیلی موثر باشه و توجه کودک رو بگیره و کنترل رو کودک به وجود بیاره و کودکی مطیع پرورش بده. ولی در دراز مدت ما میبینیم که این کودکان بیشتر ریسک افسردگی و استراب دارن، بیشتر بچه‌هایی هستن که مشکل دارن در رابطه با روابط جنسی. این تحقیقات به ما نشون میده که احتیاج به تنبیه بدنی نیست برای اینکه شما دیسیپلین بکنین کودک رو، یا بخواین چیزی رو، میدونین که لغت دیسیپلین معناش یاد دادن و به اصطلاح آموزش هستش، نه
تنبیه و از این بابت ما یه تغییر و یه شیفتی میبینیم حتی در رابطه با مهاجرینی که اینجا هستن و شاید تو سیستمشون یا ارزش‌ها و معیارهای فرهنگیشون این حالت تنبیه بیشتر ریشه داشته. امروز آگاهی بیشتر این سوال هم پیش میاد که والدین شاید متوجه نباشن که دارن با کودکشون بدرفتاری میکنن، ولی چطور میتونن این رفتارهای ناهنجار رو نسبت به کودکانشون شناسایی بکنن؟ یعنی به عنوان پدر و مادر چطور میتونن بفهمن که دارن با کودک بدرفتاری میکنن یا نه؟ بله، خب در درجه اول اون حالت آگاهی و به اصطلاح اون چیزی که ما بهش mindful parenting میگیم، اون حالتی که شما از نظر ذهنی رابطه ای رو که با کودکت برقرار میکنی تمام مدت شما خودت رو زیر نظر میذاری و خودت رو داری ارزیابی میکنی، خودت رو داری به اصطلاح مانیتور میکنی که ببینی آیا اون رابطه ای که با کودک داری در رابطه با نیاز کودک هستش و یا اینکه شاید روزی شما استرستون بالا بوده یا نیاز خودتون مطرح نشده. برای همین هست در خانواده هایی که کودک آزاری ما میبینیم همیشه این یک به اصطلاح پرچم قرمز یا یک زنگ خطری هست برای اینکه اون خانواده نیازهاش داره برآورده نمیشه، حالا از هر لحاظی که شما بخواید از هر جنبه‌ای بخواین بهش توجه بکنین، و معمولاً خانواده‌ای هستش که در ریسک هستش و میبایست که یا از نظر حمایت‌های دولتی، خب اینجا اگر باشن در آمریکا یه بخشی از اون به اصطلاح بردن کودک به اداره بهزیستی یا اون به اصطلاح Child Protective Services CPS این هستش که یه اوالویشنی میکنن، یه ارزیابی میکنن به اینکه چه نیازی در خانواده احتیاج هست و چگونه میتونه دولت کمک بکنه اون خانواده رو، چه از نظر آموزش هستش، بالا بردن آگاهی، چه از نظر فیزیکی، و بتونن کمک بکنن که در دراز مدت برای جامعه این کمک ها و این پیشگیری ها بهتر هستش. بله، اجازه بدید نظر بیننده هامون هم بشنویم که روی خط تلفن منتظر هستند. آقای حمید رو از تهران داریم روی خط تلفن. سلام بر شما. آقای حمید صدای منو دارید؟ دارم. بله بفرمایید، نظر شما در مورد موضوع امشب چیست؟ خدمت شما که عرض کنم، ببینید کودک آزاری شما همین الان اعلام کردید که در قوانین جمهوری اسلامی تنبیه بچه رو، کودک رو، پدر و مادر رو دستشون رو باز گذاشتن. این یک ریشه تاریخی داره در اسلام. شما اگر برگردید نگاه کنید به تاریخ اسلام، شما ازدواج محمد با عایشه رو نگاه کنید در تاریخ طبری و در کتاب‌های تاریخ‌های مختلفی که وجود داره، اسناد تاریخی که وجود داره، اسناد معتبر تاریخی، شما ازدواج محمد 54 ساله رو نگاه کنید با عایشه، شما ازدواج علی رو نگاه کنید با دختر محمد فاطمه، شما ازدواج دختر علی رو نگاه کنید با عمر. خب پس به نظر شما یعنی کودک آزاری فقط به قوانین اسلامی برمیگرده؟ خب نه، ببینید در تمام فرهنگ‌ها، در تمام کشورها وجود داره کودک آزاری، متاسفانه انسان‌های بیمار در همه جا وجود دارن. بله مرسی آقای حمید، فرصتمون خیلی کم هست امشب، می‌خوایم نظر مهمونمون رو بشنویم. ممنون از اینکه روی خط تلفن با ما بودید. خانم فرنودی ادامه میدیم با شما. شما اشاره کردید به راه‌هایی که در آمریکا وجود داره برای پیشگیری از کودک آزاری و در واقع حفظ سلامت روحی کودک، ولی به هر حال این قوانینی در ایران هم وجود دارن که میشه به هر حال از کودکان حمایت کرد، ولی سوالی که پیش میاد اینه که چطور میشه فهمید که کودکی تحت آزاره؟ یعنی اگه همسایه متوجه بشه یا از اعضای خانواده، فامیل متوجه بشن، چه نشانه هایی داره کودک آزار دیده؟ بله، کودک آزار دیده خیلی از اوقات
از نظر روحی روانی شما حالتهای افسردگی، حالتهای کنارگیر بودن یا نتوانستن برقرار کردن رابطه یا همون اتچمنت یا به اصطلاح نزدیک بودن به دیگران رو میبینین؟ اینا بچه هایی هستن که معمولا یا کنارگیرن و یا خیلی زود هیجان زده میشن یا به اصطلاح مضطرب میشن. معمولا بچه هایی که با صدایی شما میبینین که میپرن یا احساس ترس میکنن، معمولا کودکانی که ترس خیلی زیاد توشون میبینین یا میبینین که حتی در خیلی از اوقات به اصطلاح پست تروماتیک استرس دیسوردر PTSD یا اون نشونه هایی از PTSD رو توشون میبینین. بچه‌هایی هستن که خیلی از اوقات دچار مشکلات به اصطلاح ایتینگ دیسوردرز هستند، مشکلات تغذیه یا بله، بچه‌هایی هستند که خوابشون خیلی از اوقات نامنظمه یا نمیتونن به خوبی اون ریتم خواب رو به اصطلاح داشته باشن. خب ولی این سوال پیش میاد که ببینین اگه شما تو خانواده نیستید، یعنی اگه با اون کودک تحت آزار زندگی نمی کنید، چطور میتونید این نشانه ها رو متوجه بشین؟ یعنی اگه من همسایه یا منی که خویشاوند هستم با کودک، چطور میتونم این نشانه ها رو بفهمم که چطور خوابش چطوره یا تغذیهش چطور هست؟ بله، نه خب از به عنوان همسایه شما کودکی رو میبینین که ترس خیلی زیاد داره، خیلی از اوقات گوشه‌گیر هستش، خیلی از اوقات خیلی مضطربه و نمیتونه خودش رو بیان بکنه، خیلی از اوقات از نظر فکری و اون چیزی که بهش کاگنیتیو ابیلیتیز میگیم، مثلا قدرت زبانش، بیانش یا رشد هوشیش، ذهنیش، اینا معمولا قبل از اون سنش هستش، یعنی پایین تر از سن نشستش. بچه هستش که در بازی شما نمیبینی که هیجان زده بشه. چشم این بچه ها رو معمولا وقتی شما میبینین چشمی هستش که خیلی یأس و ناامیدی و یا ترس زیاد و اضطراب توش شما پیدا میکنین. معمولا کودکی رو که تحت آزار قرار داده میبینین کودکی که یا میخواد خیلی به اصطلاح سیکرتی باشه، خیلی میخواد یه چیزایی رو قایم بکنه، یا اینکه از نظر برخوردش یا رفتارش با شما حس میکنین که شما رو اعتماد بهتون نمیکنه و عدم اعتماد رو درش میبینی. اینا همه از نشونه های میتونه کودک آزاری باشه. بله خانم فرنودی، فکر میکنم که حدود یک دقیقه دیگه با شما فرصت داریم. چه پیامی دارید برای کسانی که کودکانی رو که تحت آزار هستن میبینن؟ آیا باید کودکانی که شما گفتید این نشانه ها رو دارن حتما گزارش بدن؟ چیکار باید بکنن؟ بله، اگر در آمریکا زندگی میکنن، خب اینجا دولت آمریکا خیلی جدی با این مسئله کودک آزاری برخورد میکنه. شماره رایگان هست که 1-800 for a child یا برای کودک، این تلفنی هستش که خطی هستش که به صورت رایگان شما در هر جای آمریکا باشین تماس میگیرین و شما رو راهنمایی میکنن، کمک میکنن که برای اون کودک شما بتونی کمک بگیری و اون کودک رو حمایت بکنین. در ایران خب شما خودتون بهتر میدونین و میدونم گزارش مفصل تری دارین از اینکه چگونه میتونین از طریق منابع دولتی یا غیره به اصطلاح کودک رو حمایت بکنین، ولی خب میدونم که مسئولیت بیشتر مسئولیت متخصصین هست از این بابت در ایران و به خصوص متخصصینی که در تحقیقات هستند که بتونن با تحقیقات به اصطلاح علمی ثابت بکنن و نشون بدن و به اصطلاح حمایت دولت رو جلب بکنن و جذب بکنن. این به اصطلاح توصیه من هستش و میدونم که خیلی فعال هستن. میدونم من 10 سال گذشته از یک گروه خیلی پژوهشی و علمی با من تماس گرفتن از ایران و اون موقع فرم داشتن میدادن یه همچین سازمانی رو که بعد بتونن با این مطالب تغییرات قانونی و حمایت دولتی رو و میدونین که بله هر گونه متاسفانه وقت برنامه امشب ما تموم شده. برنامه امشب ما از آنچه که معمول هست
کوتاه‌تر شد. امیدوارم بتونیم این بحث رو با شما ادامه بدیم و به موانع قانونی و حقوقی این مسئله هم بپردازیم. خیلی ممنون از شرکتتون در برنامه روی خط. مرسی. متشکرم. بله، و اما در برنامه فردا شب روی خط آرش سیگارچی با شما و مهمان برنامه نگاهی خواهد داشت به وضعیت زندانیان سیاسی در ایران و اینکه با آنها چه رفتاری میشه. در هفته های اخیر نامه‌هایی از زندانیان به رسانه ها راه یافته که خبر می‌دهد شرایط زندانیان سیاسی چندان مساعد نیست. ایران از جمله کشورهایی که منتقدین و مخالفین سیاسی دولت و حکومت را با عناوین اتهامی مختلف زندانی می‌کنه. هرچند همین زندانی کردن از نظر برخی به نوعی نقض حقوق بشره، اما بدرفتاری با این زندانیان هم مسئله دیگری است. از شما دعوت میکنم فردا شب بیننده برنامه روی خط باشید و نظرتون رو با ما مطرح کنید. میتونید از طریق وبلاگ، ایمیل و فیسبوک برنامه با ما در ارتباط باشید. روی خط امشب در همین جا به پایان میرسه. ممنونم از همراهی شما. شبتون خوش.